چه خوبم، سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و کیفتون خوب باشه، شاد و پر انرژی باشید. ان شاءالله عشق هم قصه بجید دوری آقا مان زمانمون نداشته باشید و همیشه دستمزد پدر و مادر باشید. بچه ها، اندازه گیری زاویه. رضا برای راحت تر شدن مقایسه زاویه ها نیم دایره شفافی که بچه ها با طبق شفاف داشت رو تقسیم بندی کرد. او با سه بار تا کردن نیم دایره خود را به 8 قسمت مساوی تقسیم کرد. شما هم همین کار رو حتما بچه ها انجام بدید. همینطور که دارید مشاهده میکنید، این نیم دایرهش بوده، یه بار تا کرده شده به اصطلاح این شکل، بار دوم و بار سوم به این صورت که اگه باز کنید نیم دایره رو به 8 قسمت مساوی تقسیم شده بچه ها. اما سوال دو میگه در حالتهای زیر اندازه زاویه های مشخص شده را با نیم دایره رضا بیان کنید. خب بچه دقت داشته باشید، الان اولیه چند تاست؟ احسن به شما. اگر دقت کنید وقتی کل 6 تاست ببینید بچه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 قسمت کلش، درسته؟ بنابراین این قسمتی که قرمز هست، این قسمت 5/8 هست بچه ها. ببینید 1, 2, 3, 4, 5/8 به اصطلاح کلش داره این نشون میده. اینجا چی بچه ها؟ 1, 2 تا 2 از چند تا؟ اصلا به شما 2/8. بعدیش چی؟ ببینید 1, 2 اینجا نیمه بچه ها، پس میشه به اصطلاح 2.5/8. خب اما بعدیش بچه ها، بعدیش چقدره؟ 1, 2, 3, 4/8. 4/8 که اگه ساده کنیم میشه 1/2، درست شد؟ در واقع نصفش هست. رضا برای اندازه گیری زاویه ای روی نیم دایرش علامت گذاشته است بچه ها، روی نیم دایرش علامت گذاشته. او چگونه میتواند دقت کار خود رو بیشتر کنن؟ فکر کنید بچه ها چجوری میتونه دقت کارش ها بیشتر کنه که اندازش دقیق تر باشه بچه ها؟ چی کار باید بکنه؟ احسن، اگر نیم دایرش به قسمت های بیشتری تقسیم کنه دقیق تر میشه. پس بنویسید اگر نیم دایره او به قسمت های بیشتری تقسیم شود، اندازه‌گیری او دقیق‌تر می‌شود. دقیق‌تر می‌شود. امیدوارم که متوجه شده باشید بچه ها. هر چقدر به اصطلاح قسمتاش بیشتر بشه، اندازه‌گیریش دقیق‌تره. اما سوال 4، محمود نیم دایره خود را 4 بار تا کرده است. نیم دایره او به چند قسمت مساوی تقسیم شده است بچه ها؟ احسن به شما، 16 قسمت بچه ها. بچه ها هر یه تایی که میزنه دو برابر میشه. اگه دقت کردید سال اول 3 تا زده بود شده بود 8 قسمت، 4 تا پس میشه بچه ها 16 قسمت، 5 تا میشه 32 قسمت، 6 تا میشه 64 قسمت. همینطوری قسمت هامون ریستر کوچکتر و دقیقتر میشه. چرا نیم دایره محمود دقیقتر از نیم دایره رضاست؟ همینطوری گفتیم به خاطر اینکه به قسمت‌های کوچکتری تقسیم شده است. به خاطر اینکه به قسمت‌های کوچکتری تقسیم شده. اما سوال 5 میگه به نظر شما یک نیم دایره را به چند قسمت مساوی تقسیم کنیم تا بتوانیم زاویه‌ها را دقیق‌تر مقایسه و اندازه‌گیری کنیم بچه‌ها؟ فکر کنید. بله بچه ها، از آنجایی که نیم دایره یک زاویه نیم صفحه یا 180 درجه است، بهتر از 180 درجهش کنیم بچه ها. این نیم دایره بچه دقت بفرمایید، این نیم دایره، این شکلی که شما دارید مشاهده میکنید نیم دایره است. ببین بچه ها این نیم دایره مون. خب یک نیم دایره 180 درجه است بچه ها. یه دایره کامل که بهش میگن نیم صفحه دیگه، به نیم دایره میگن نیم صفحه. یه دایره کاملمون 360 درجه است.
360 درجه بچه ها، پس نصفش میشه 180 درجه، یعنی 180 درجه بالا 180 درجه پایین. پس میگیم بهتره که به 180 قسمت مساوی تقسیم بشه، به 180 قسمت مساوی تقسیم شود. این علامت هم که بچه ها من اینجا گذاشتم علامت درجه است بچه ها، از این به بعد این کار رو، این علامت رو به عنوان درجه میشناسیم و این کار رو میکنیم بچه ها. خب پس بچه ها گفتیم که یک نیم دایره 180 درجه است، یه دایره کامل 360 درجه است بچه ها. خب نصف اینا هم بچه ها میشه چی؟ در واقع یه دایره 4 تا 90 درجه هم میتونیم بگیم هستش بچه ها. اما اینجا چی میگه؟ میگه نقاله رو داره تعریف میکنه. نقاله وسیله ای است که زاویه ها رو اندازه گیری میکند. نیم دایره نقاله به 180 قسمت مساوی تقسیم شده است. به هر کدام از این قسمت های کوچک، یعنی 180 نیم دایره بهش میگن. به هر کدام از این قسمت کوچک بچه ها میگن 180 یه درجه از هر کدام اینا، یا یک درجه میگوین. 10 درجه رو به صورت 10 درجه که این علامت درجه رو گفتیم مشخص میکنه. 20 درجه رو اینجوری می‌نویسیم، 20 علامت درجه بالا، 30 درجه میشه 30 علامت درجه بالا. با توجه به شکل روبرو یک زاویه راست چند درجه است؟ خب بچه خوبم، وقتی که یک نیم دایره کامل 180 درجه است، همینطور که مشاهده میکنید یه زاویه راست نصف نیم دایره است، پس میشه 90 درجه. این ورم پس میشه 90 درجه. دو تا زاویه راست با هم 180 درجه رو میسازن بچه ها. خیلی مبحث آسانیه، امیدوارم که متوجه مطالبش شده باشید. اما کار در کلاس صفحه بعد میگه که اندازه زاویه روبرو را بنویسید. بچه دقت بفرمایید، شماره الان اینجا که زاویه راست چند درجه است؟ اصلا به شما گفتیم 90 درجه است. دو زاویه راست یا نیم صفحه چند درجه است؟ آفرین، گفتیم دو تا زاویه راست، یعنی یه زاویه راست 90 درجه، زاویه راست سمت چپ 90 درجه. پس دو تا 90 درجه میشه 180 درجه دیگه، یعنی کلش میشه 180 درجه، یا یه زاویه نیم صفحه هم بچه بهش میگن. اما سوال دو، جمله های زیر با علامت مناسب کامل کنید. اندازه هر زاویه تند از جای خالی درجه کمتر است. از چند درجه کمتره بچه ها؟ زاویه تند، احسن به شما، گفتیم از 90 درجه کمتره دیگه. زاویه تند گفتیم زاویه که از 90 درجه از زاویه راست کوچکتر باشه دیگه، پس از 90 درجه کمتره. اندازه هر زاویه باز از چند درجه بیشتره؟ بله، از 90 درجه بیشتره و از 180 درجه کمتر بچه ها. گفتیم یه زاویه نیم صفحه 180 درجه است. خب اگه از این حتی یه درجه کمتر باشه، مثلا بشه 179 درجه، 178 درجه کمتر باشه، میشه زاویه باز. اگه زاویه راست هم که باشه میشه 90 درجه. یه درجه از زاویه راست کوچیک‌تر باشه میشه تند، یه درجه بزرگتر باشه میشه باز. اما بریم قسمت فعالیت که ببینیم چی میخواد از ما. میگه شکل روبرو نشان میدهد که چگونه میتوانید اندازه زاویه رو با نقاله به دست آورید. روش کار را توضیح دهید بچه ها. دقت بفرمایید بچه ها، این شکلی که شما مشاهده میکنید یک نقاله است. خب ابتدا بچه ها ببین، وسط نقالمون را که بعضا نقاله ها اینجا یا یه سوراخ داره یا یه علامت به اصطلاح خط داره، اینجوری علامت گذاشتم بچه ها. ببینید یا علامت به علاوه میذارن اینجا رو بچه ها، یه خط میذارن یا یه صفر میذارن اینجا رو، یه نقطه صفر نیست، یه حالت سوراخ مثلا میذارن. شما باید این، اگر این پاره خطمون رو مثلا اگه اسمشو بذارم میم ره، ما باید در واقع این نقالمون رو، این مرکز نقالمون رو، وسط نقالمون رو بذاریم روی یک سر این به اصطلاح پاره خط، و از سمت راست، چون که دهانه زاویه‌مون به سمت راست است بچه‌ها، به این سمت دهانش به سمت راست است، از سمت راست از صفر می‌شماریم، 0 10 20 30 40 اینجا بچه‌ها 50 درجه است. الان یه زاویه 50 درجه است، به این صورت می‌خونیم. اینجا هم که دقیقاً بچه‌ها مشخص کرده به 50 درجه رسیده.
اما سوال دو چه میگه؟ میگه زاویه های زیر را با نقاله اندازه بگیرید بچه ها. خب بچه ها این ای کار انشالله حضوری انجام خواهیم داد، ولی من اندازه گرفتم بچه ها، اینجا میشه 112 درجه. شما حتما هم به همین روشی که اینجا من توضیح دادم اندازه بگیرید، و اینجا بچه ها میشه 41 درجه، و بعدیش بچه ظاهرش به زاویه راست میخوره ولی اندازه بگیرید 92 درجه هست. پس چشممون خطا میکنه بچه ها. و آخریش هم 125 درجه است. اما سوال 3 میگه شکل روبرو روش رسم کردن یک زاویه مشخص مثلا 135 درجه رو نشان میدهد، آن را توضیح دهید. ببینیم به چه صورتی بچه ها یه زاویه 135 درجه رو کشیده. همینطور که گفتم بچه ها، اول یک به اصطلاح خط صاف میکشیم بچه ها، بعد گفته 135 درجه، مرکز نقالمون هم میذاریم روی یه طرف این پاره خطمون بچه ها، به این صورت. بعد از سمتی که دهانه زاویمون هستش، مثلا دهانش این بره سمت راست است، از اون ور میشماریم از صفر اومده کجا؟ بچه گفته 135 درجه. ما باید ابتدا علامت بزنیم 135 درجه رو پیدا کنیم، از این جهت باید بشماریم 50 60 70 80 90 100 110 120 130 و 135 درجه از این جهتشه بچه، این خط نباید بکشیم، این جهتشه. یه علامت، یه نقطه چیزی اینجا میذاریم، بعد با خطکش اینجا رو وصل میکنیم به این نقطه و اندازه 135 درجه به دست خواهد اومد. حالا ممکنه بچه ها به صورت ما بخوایم این وره سمت راست پاره خط بذاریم، خود دو فرقی نمیکنه، دوباره از این وره صفرش بچه ها، این وره هم صفر داره، فرقی نداره، از این وره هم شروع میشه، از این وره میشماریم به اصطلاح نقالمون رو بذاریم تا میایم مثلا 135 درجه اینجا باشه، یه علامت میذاریم، بعد با خطکش اینجا مشخص میکنیم که انشالله حضوری اینا رو به صورت تصویری توضیح خواهیم داد. اما سوال 4 میگه زاویه های 35 و 70 و 110 و 165 درجه را رسم کنید، که بچه ها من برم توی وایت بورد براتون اینا توضیح بدم بچه ها. خب اول ابزارمون رو میاریم اینجا، ابزارهای جانبیمون و این به اصطلاح نقاله ایماست بچه ها. نقالمون همونطوری که گفتم خدمتتون میذاریم یه طرفش، یا این مرکز نقاله رو میذاریم این ور پاره خط، خب، یا میذاریم به اصطلاح این ور پاره خط. حالا من گذاشتم اینجا، یه مقدارم بچرخونمش تا دقیقا منطبق بشه رو خط. بچه خوبم ببینید، الان گفته از سمت چپ، حالا ما می‌خوایم 165 درجه رسم کنیم بچه. من اول الان صاف منطبق کردم بچه، اینجا دقیقاً باید روبرو صفر باشه که اینجا روبرو صفر هست، اینم که وسط نقالمونه. خب من می‌خوام دهانش، چون که این سمت می‌خوام باشه، پس از صفر اینور باید بشمارم بچه ها، از صفر سمت راست باید بشمارم. خب ببین بچه ها، 10 20 30 40 میاد اینجا، 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 165 بچه ها میشه اینجا. خب من اول یه نقطه ای اینجا میذارم که بگم این نقطه 165 من هست. حالا بچه ها من میتونم این به طول نقاله رو وردارم و با خطکش به اصطلاح یه نقطه ای اینجا بس کنیم به این نقطه، این میشه یک زاویه 165 درجه بچه ها، 165 درجه. امیدوارم که متوجه مطالب شده باشید. اما بعدیش چی گفته بچه ها؟ بعدیش گفته 110 درجه. خب بچه ها من همین پایینی رو، من 110 درجه رو میخوام بکشم، دقت بفرمایید بچه ها، این رو تنظیم میکنم که دقیقا روی به اصطلاح این خطمون باشه، یه طرف خط. خب الان هم بچه اینجا هم دقیقا روبروی صفر هست بچه، دقت بفرمایید، گفته 110 درجه وصل کنید بچه ها، رس کنید. خب از سمت راست بچه ها من میخوام این ور رس کنم، خب از صفر میشمارم، 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 و اینم 110 درجه. لازم نیست دونه دونه بشمارید. یعنی منظورم اینه که از سمت راست باید اون عدد رو پیدا کنید. این فلشل هم لازم نیست بکشه. من برای اینکه توضیح میدم براتون کشیدم. خب پس من بهتره که اینو پاک کنم. حالا چیکار میکنیم بچه‌ها؟ حالا یه نقطه میذاریم 110 درجه. بچه‌ها این قسمت شد 110 درجه. من حالا به اصطلاح نقاله رو برمی‌دارم و یه خط از اینجا میکشم تا این قسمت. این شد یک زاویه 110 درجه بچه‌ها. امیدوارم که متوجه شده باشید. بسیارم آسون هست بچه‌ها. یه زاویه 70 درجه میخواد. من این دفعه میخوام با سمت با این سمتش بچه‌ها. به این من این دوتا اولی 165 درجه و 110 درجه رو سمت چپ گذاشتم بچه‌ها، اندازه‌گیری کردم. این سری من اینو سمت راست میذارم بچه‌ها، به این ور میذارم که شما با دو طرفم آشنا بشید. خب بچه ها خوبم، دقت کنید این نقاله این ورش این سمتش صفر نداره بچه ها. اگه دقت کرده باشید نقاله شما صفر داره، از دو طرف هم صفر داره، فرقی نداره. گفته الان 70 درجه بچه ها. من وقتی که از این ور دارم به اصطلاح میکشم، به این بچه ها وقتی من از این ور میکشم، خب به اصطلاح وسط نقاله میاد اینجا. من حالا از سمت به اصطلاح چپ بشمارم، این 180 من همون صفره بچه ها. صفر، ده، ده تا ده تا سر قسمت، 20، 30، 40، 50، 60، 110 من 70 دیگه. پس بچه من اینجا رو یه نقطه میذارم بزرگتر که با این نقطه فرق کنه. البته این نقطه رو لازم نیست شما بذارید، من برای اینکه شما توضیح میدم این کار رو کردم. خب من حالا یک خط، حالا من اینو ور میدارم بچه ها، یک خط از اینجا وصل میکنم به این نقطمون بچه ها. این شد یک زاویه به اصطلاح 70 درجه. شد یه زاویه 70 درجه. امیدوارم که متوجه شده باشید بچه ها. اما یه زاویه بعدیش گفته 35 درجه. خب مجدد حالا میذارم این ور بچه ها. من اینو تنظیم کنم رو این، میرم بشیم مقدار بالاتر به این صورت. خط قرمزم دقیقا روی این بیفته. بله خب الان بچه این خطمون دقیقا رو به روی صفر است بچه، دقت کنید. خب گفته 35 درجه. خب 10، 20، 30، اینجا 35 درجه بچه ها. من این نقطه رو یه داره درشتر کنم که مشخص بشه که این 35 درجه مونه. حالا اینو ور میدارم، نقالم رو میدارم کنار، اصلا ورش میدارم کلن به اصطلاح این خطشم که الان بکشم به این صورت است بچه ها. این یک زاویه 35 درجه است. امیدوارم که متوجه شده باشید. خب این که کلن پرید. خب بچه خوبم، زاویه 35 درجه میخواست که اینجا همینطور که گفتم خدمتتون بچه ها، ببینید اینجا گفتیم وسط نقالمون رو میذاریم این قسمت، اینم که صفرمون هست بچه ها. این قسمت 35 درجه از سمت راست باید این جهتمون اینوریه و 0، 10، 20، 30 و 35 درجه هست بچه ها. من حالا نقاله رو برمی دارم که به اصطلاح خطم رو بکشم بچه ها. ببینید این میشه زاویه 35 درجه مون که خطش رو کشیدم. اینم زاویه 35 درجه. امیدوارم که متوجه مطالب شده باشید. حالا بریم ادامه مباحث را از کتاب پی بگیریم بچه ها. خب سال آخرش بچه ها میگه که زاویه های هر گونیا رو با نقاله اندازه بگید و بنویسید بچه ها. خب اینو اندازه بگید بچه ها، حالا حتما اندازه بگیرید، اینجا بنویسید. این 90 درجه هست، این 60 درجه هست و اینم 30 درجه هست. این یکی هم بچه، این 90 درجه، این 45 درجه و این هم 45 درجه. امیدوارم که متوجه مطالب شده باشید. تا درس بعد و جلسه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
سلام عرض میکنم خدمت دانش آموزان عزیز و خدا قوت. قسمت دوم درس 11 نقش خردمندان. یعنی چی نقش خردمندان؟ یعنی نقشی که آدمهای دانا و دانشمند در یک مملکت دارن. 40 سال از حمله خانمانسوز. حمله خانمانسوز ترکیب وصفیه. خانمانسوز یه اصطلاحیه که یعنی حمله‌ای که باعث شده خانه و کاشانه و مردم، کودک، پیر، جوان اینا همه کشته بشن، خانه ها ویران بشه، امکاناتی که در اون شهر و در اون روستا هست نابود بشه، طوری که اصلا دیگه اونایی که موندن زندگی فلج بشه، دیگه عملا امکان زندگی وجود نداشته باشه. یعنی برای این که مردم بتونن برگردن به اون حالت قبلی باید خیلی تلاش کنن. حمله خانمانسوز یعنی کلن خانه و کاشانه و زندگی و مال و جان همه نابود بشه. مغولان یعنی مغولها، الف نون جمع، جمع کلمه مغوله، به ایران گذشته بود. هنوز سایه وحشت و خاطری حراس انگیز. حراس انگیز یعنی ترس انگیز، ترسناک، قتل عام. قتل عام یعنی قتل عمومی. یعنی مغول خاصیتش این بود که هر جا که میرفت قتل عام میکرد، یعنی هر کی که اونجا بود تو منطقه نابود میکرد، دیگه رحم نمیکرد که کودک، جوان، پیر، زن، مرد، قتل عام. مردم این سرزمین از سوی چنگیز و فرزندانش از ذهن مردم ایران پاک نشده. چنگیز سرکرده قوم مغول بود. در این هنگام آشوب دیگری برخاست. برخاست اینجا معنی بلند شد. آشوب یعنی یه ناآرامی دیگه. آشوب یعنی ناآرامی، یعنی اون امنیت عمومی که بر مردم حکم فرما بود مجدداً ناآرام شد. اینجا مثلا یه بیگانه حمله کرد. هولاکو خان مغول برای نابود کردن مخالفان خود به ایران حمله کرد. هولاکو خان مغول میشه نهاد، برای نابود کردن مخالفان خود به ایران حمله کرد میشه چی؟ گزاره. بسیار. بار دیگر نگرانی و اندوه قلب مردم را در هم فشرد. یعنی دوباره ناراحتی پیش اومد، مردم ناراحت شد. جنس قلب مردم را در هم فشرد، کنایه از ناراحتی و اندوه. خواجه نصیرالدین طوسی ریاضیدان نویسنده ستاره‌شناس بزرگ ایرانی با خود اندیشید. چه کسی با خود اندیشید؟ خواجه نصیرالدین طوسی ریاضیدان نویسنده ستاره‌شناس بزرگ ایرانی. بچه‌ها این از خواجه نصیرالدین طوسی تا ستاره‌شناس بزرگ ایرانی همه این میشه نهاد، با خود اندیشید میشه گذار. چه کسی با خود اندیشید؟ خواجه نصیرالدین طوسی که ریاضیدان بود، نویسنده بود، ستاره شناس بزرگ ایرانی هم بود، نه همه روی هم میشه نهاد، با خود اندیشید گذاره که چه میتوان کرد، یعنی چه کار میتونیم بکنیم. آنگاه با خود گفت، بچه این تیکه خیلی مهمه ها، جامعه برای حفظ خود به 3 چیز نیاز دارد. اینا خیلی مهمه: شمشیر، قلم، دینار. دینار یعنی پول، قلم یعنی سواد،
شمشیر هم یعنی قدرت، قدرت نظام. شمشیر و دینار دست دشمن است، قلم که از همه کارسازتر است در دست ماست. بله قلم خیلی کارسازتره، آگاهی خیلی کارسازتره. وقتی مردم آگاه باشن، از حقوق خودشون مطلع بشن، خب مقاومت میکنن. اگر بتوان قلم را به قدرت رسان، شمشیر دینار را هم میتوان از دشمن گرفت. خواجه با همین نقشه تصمیم گرفت. خب پس نقشه خواجه نصیر طوسی چی بود؟ نقشه خواجه نصیر طوسی بچه توسی دو املایی است، اینجوری هم نوشته میشه. به درون حکومت مغول ها راه پیدا کنه و اندیشه، اندیشه یعنی فکر، فکر اونا رو عوض کنه، رفتار اونا رو تغییر بده. هولاکو هم که خود را نیازمند هوش و دانایی خواجه نصیر میدانست، او را گرامی داشت. او ضمیر است، ضمیر کلامی است که به جای اسم میشه، ضمیر به جای خواجه نصیر. او را گرامی داشت، گرامی یعنی عزیز، محترم شمرد و مشاور خود کرد، یعنی در امور با ایشون مشورت کرد. خواجه کارش را با حرکتی زیرکانه آغاز کرد. چه کسی با حرکت زیرکانه کارش آغاز کرد؟ خواجه میشه فاعل. چه چیز را با حرکت زیرکانه آغاز کرد؟ کارش را میشه مفعول. آغاز کردم، هر دو با هم میشن چی؟ فعل. حرکت زیرکانه ترکیب وصفیه، زیرکانه یعنی از روی باهوشی. او میخواست، او باز اینجا ضمیر به جای خواجه هست، یک مرکز علمی ایجاد کند، یعنی تأسیس کند، درست کند. اما رفته دیگه، نشانه رفته. برای این کار دشوار، ترکیب وصفی، تصمیم عجیبی گرفت. ترکیب وصفی، تصمیم اسم، عجیبم صفت. تصمیم عجیبی گرفت. خیلی خوب، تصمیم عجیبش چی بود؟ تشتی فراهم کرد. تشت، خب همه میدونیم تشت چی بود. و دو تن را مأمور کرد. دو تن یعنی دو نفر. خواجه دو نفر را، دو تن را مأمور کرد. مأمور کرد میشه فعل، خواجه میشه فاعل، دو تن هم میشه مفعول. تا نشانه رد. آن را شبانگاه، آن ضمیر به جای تشت، تا اونو شبانگاه، موقع شب، هنگام شب، از بالای قلعه به پایین اندازند. او قبلا زمان انداختن تشت را به خانه مغول اطلاع دادند. خانه مغول ترکیب اضافی هست. وقتی تشت با صدای مهیب، مهیب یعنی ترسناک، صدای مهیب ترکیب وصفی هست. املای مهیب را هم بچه دقت کنید، فرو افتاد. وقتی تش با صدای مهیب فرو افتاد، یعنی پایین افتاد. مردم وحشت زده از خواب برخواستند، یعنی بلند شد. همه می گریختند، یعنی فرار می کرد. گمان میکردم، یعنی فکر میکردم، حادثه ناگواری پیش اومده.
ترکیب وصفی، حادثه ناگوار، حادثه اسم ناگوار صفت. خواجه به هولاکو گفت ای خانه بزرگ. خواجه به هولاکو گفت یه جمله است، ای خانه بزرگ شبه جمله است، یعنی منادا هستش. تو چرا فرار نمی کنی؟ جمله سوم، تو اینجا ضمیر به جای خان مغوله. تو چرا نمی ترسی؟ بازم این جمله پرسش. هولاکو گفت چون من از پیش می دانستم، یعنی از پیش یعنی اینجا قبل، من از قبل می دانستم. چون بیاد جمله خاجه در داخل گیومه گذاشته شده. خاجه لبخندی زد یه جمله و رد گفت پس اگر بتوانیم حوادث را پیش بینی کنیم. حوادث جمع کلمه، جمع مکسر کلمه حادثه هست. هرگز به وحشت نمیافتیم و چاره ای میاندیشیم. با همین حرکت زیرکانه خواجه توانست، با همین حرکت زیرکانه خواجه توانست کلیه امکانات حکومت هولاکو را برای جذب دانشمندان و ساختن رصدخانه بزرگ مراغه. مراغه اسم یک شهر دیگه، نام شهر در آذربایجان غربی فکر. رصدخانه چیه؟ جایی که رصد میشه، در اونجا یعنی بررسی میشه آسمان، ستارگان، احوال ستارگان، حرکت ستارگان و بیشتر مربوط به حوزه نجوم میشه بچه ها. باز دوباره برمیگردم اینجا. خواجه توانست کلی امکانات حکومت هولاکو را برای جذب دانشمندان و ساختن رصدخانه بزرگ مراغه به کار گیرد. چه چیزی را به کار گیرد؟ کلیه امکانات حکومت هولاکو میشه مفعول، یعنی گروه مفعول میشه. کی این کار کرد؟ خواجه فاعل. به کار گیرد هم میشه چی؟ فعل. حاجی نصیر طوسی ریاضیدانان و ستاره شناسان را از سرزمین های اسلامی دعوت کرد. این سرزمین های اسلامی میشه ترکیب وصفی. دعوت کرد، چه کسانی را دعوت کرد؟ ریاضیدانان و ستاره شناسان را میشه، اینا میشه مفعول. کی این کار کرد؟ حاجی نصیر طوسی میشه فاعل. او در کنار رصدخانه کتابخانه ای نیز ایجاد کرد که شمار کتاب‌های، شمار یعنی شماره، شمارش، تعداد، تعداد شمار کتاب‌های آن را تا 400 هزار جلد نوشتند. این 400 هزار جلد خیلی مهمه بچه ها. مثلا سوال پرسیده میشه از متن، عنوان درک مطلب، کتابخانه‌ای که حاجی ناصری در کنار کتابخانه، در کنار رصدخانه مراغه ایجاد کرد چند جلد کتاب حدوداً داشت. بزرگترین خدمت او این بود. خب سوال از درک متن، بزرگترین خدمت حاجی نصیرالدین طوسی چی بود؟ بزرگترین خدمت او این بود که در دوره هولاکو و هنگام چیرگی مغول، یعنی چیرگی یعنی غلبه، پیروزی مغول، به تربیت دانشمندان که در دوره هولاکو، اولا خواجه نصیرالدین طوسی میگه در دوره کدام پادشاه مغول بود، در دوره هولاکو چه کار کرد؟ به تربیت دانشمندان، نگهداری کتابها، آثار علمی توجه کرد. آثار جمع کلمه اثر هست، جمع مکسر اثر، هم خانواده اثر. آثار علمی ترکیب وصفیه. در آن هنگام که مغولان کتاب ها را آتش می زدن،
مغولان میشه فاعل، کتاب ها میشه مفعول، آتش میزدن میشه فعل، یا نشانه رب در آب مینداختن هم میشه فعل. او به نسخه برداری، نسخه برداری یعنی چی؟ یعنی اگر خب اون موقعی که چاپی وجود نداشت دیگه، صنعت چاپی نبود، برای اینکه یک کتاب نوشت نگاشته بشه باید یه نفر برمی‌داشت و می‌نوشت، یعنی از روی این کتاب رونویسی می‌کرد. رونویسی که امروز مثلا معلم میگه از درس نقش خردمندان یه بار رونویسی کنید، نسخه برداری می‌کرد، یعنی رونویسی می‌کرد یه نسخه دیگه مثل اون بنویسه. مثلا در گذشته هنرمندان خط میومدن چیکار میکردن؟ قرآن رو با خط زیبا مینوشتن که بهشون میگفتن نسخ خطی، نسخه های خطی، مثلا انگار کپی برداری های خطی که با دست نوشته باشن، بهشون میگن نسخه برداری. و جمع آوری کتاب ها مشغول ده. پس نسخه برداری متوجه این چیه؟ کپی کردن، نوشتن با دست. و جمع آوری کتاب ها مشغول شد، مثلا هر جا که کتابی بود مثلا پراکنده بود این ور اومد دست افراد بود، افراد ازشون مثلا یا خریداری میکرد یا مثلا دعوتشون میکرد که در کتابخونه قرار بدن که جمع بشه یک جا، مشغول شد. و اگر تلاش و همت او نبود بیشتر آن آثار ارزشمند از میان میرفت. آثار ارزشمند ترکیب وصفی، از میان میرفت یعنی از بین میرفت، نابود میشد، پاره پوره میشد، میفتد این برون بر مثلا منظورش. خب حدود 200 سال پیش از خواجه نصیر، یعنی قبل از خواجه نصیر، یعنی قبل از این خواجه نصیر به دنیا بیاد، اصلا مردی بزرگ از ولایت او، یعنی از سرزمین او، انگار همشهری بودن مثلا، از ولایت او، از سرزمین او، از شهر او، از روستای او، از منطقه او، به نام خواجه نظام الملک طوسی نیز با تدبیر، تدبیر یعنی چاره فکر، مثلا فکر خوب مثلا و توانایی علمی خود، که تا کارهای بزرگ انجام داد. کارهای بزرگ میشه ترکیب وصفی. او در 12 شهر مهم، او کیه اینجا؟ اینجا خواجه نظام الملک منظور، خواجه نظام الملک در چند شهر؟ در 12 شهر مهمه در کمت، 12 شهر مهم. آن روز مدارس، جمع کلمه مدرسه هست، مدارس جمع مکسر یا شکسته شده عربی مدرسه، مدارس شبانه روزی، مدارس شبانه روزی بچه و ترکیب وصفی تأسیس کرد، یعنی درست کرد، املایی تأسیس کرد که نشانه رفت مانند دانشگاه های امروز اداره می شدن. این مدارس نظامیه معرف بود. خب نظامیه به چه مدارسی می گفتن؟ نظامیه به چه مدارسی می گفتن؟ کی اونا را تأسیس کرد؟ سعدی یکی از صدها دانشمند. سعدی در کجا تحصیل کرد؟ در همون مدارس نظامیه‌ای که خواجه نظام الملک طوسی تحصیل کرد، در این مدارس تحصیل کرد. خواجه نظام الملک در شهر ری رصدخوک، رصدخانه شهر ری رو کی تحصیل کرد؟ خواجه نظام الملک طوسی، که بسیاری از دانشمندان در آنجا به تحقیق، هم خانواده تحقیق محقق مشغول بودن. در آسمان علم و فرهنگ، فرهنگ ایران ستاره های پرفروغ، یعنی پرنور درخشان فراوانی مانند خواجه نظام الملک. ستاره های پرفروغ ترکیب وصفی هم هست بچه ها. میتوان یافت این دانشمندان با تکیه بر لطف پروردگار، یعنی میگن توکل بر خدا داشتن، در شرایط سختم کوشیدن، اول توکل بعد بچه ها تلاش، ایران را به اوج، یعنی بالاترین نقطه به اوج عظمت و سربلندی برسانند.
بسیار خوب، موفق باشید. خدا نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصرین. و ما این بچه خوبم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، شاد و پر انرژی باشید. ان شاءالله که هیچ غم و غصه به جز دوری آقا امام زمانمون نداشته باشید و همیشه یه همیشه دستبوس پدر و مادر باشید. خب درس امروزمون مبحث کاردکراس، ادامه درس رو در خدمتتون هستیم. صفحه 84 کتابتون به طور معمول از دو نوع گونیا با زاویه‌های مشخص شده استفاده می‌شود. به علامت‌های زاویه راست توجه کنید بچه‌ها. این علامت‌های زاویه راستش، این راست است اینجا مشاهده می‌کنید و اینم علامت زاویه راست است بچه‌ها. دو جور ما گونیا داریم بچه‌ها. به این گونیامون میگن مثلث به اصطلاح قائم الزاویه متساوی الساقین. و علتش اینه بچه خوبم، هم قائم الزاویه هست یعنی زاویه راست داره، و هم متساوی الساقین است یعنی مثلثیه که دوتا ساقش با هم برابره، یعنی این ساقش و این ساقش با هم برابره. مثلا اگر اینجا 10 سانتی متر باشه، اینجا هم 10 سانتی متر هست. مثلث متساوی الساقین بچه خوبم، علاوه بر این که دوتا ضلع برابر، دوتا ساق برابر مثل ساق پای انسان، دوتا ساق برابر دارن، دوتا زاویه برابر هم دارن. اینجا 45 درجه، اونجا هم 45 درجه. خب این از این مطلب. و با 90 درجهش کلن میشه 180 درجه. یه مثلث 180 درجه است. مثلث دیگه مون بچه ها هست، مثلث قائم الزاویه مختلف الاضلاع. این مثلثمون قائم الزاویه مختلف الاضلاع است که این زاویه قائمه یا زاویه راستش هست که 90 درجه است، و این قسمت 30 درجه هست که زاویه کوچکتر 30 درجه است، همیشه هم 30 درجه است، و این قسمت هم زاویه بزرگتر 60 درجه است و همیشه هم 60 درجه است. خب این از این مطلب. با کنار هم یا روی هم قرار دادن این گونیاها زاویه‌های مختلف میتوان ساخت. اندازه زاویه های مورد نظر را مانند نمونه پیدا کنید بچه‌ها. اینجا الان خودش یه نمونه‌ش رو انجام داده بچه خوبم. 45 با 30، یعنی 45 درجه با 30 درجه. پس 30 درجهمون به علاوه 45 درجه که شده 75 درجه. یکی دیگه هم همینطور که مشاهده میکنین اینجا فلش زده بچه‌ها. خب بچه‌ها وقتی که این مثلث قائم الزاویه متساوی ساقینمون هست، این آبیه، اینجا 45، اینجا هم 45 درجه است. پس ما میگیم 45 درجه. به علاوه اینجا هم خب یه زاویه راسته، به علاوه 90 درجه که با هم میشه 135 درجه بچه‌ها. این از این مطلب. اما بعدیش بچه‌ها 90 منهای 45. چرا بچه‌ها مثلث قرمز 90 به اصطلاح اینجاش 90 درجه است دیگه، درسته؟ این آبی اومده به اصطلاح یه قسمتی از این 90 درجه رو گرفته. چه مقدار گرفته؟ 45 درجه. پس 90 منهای 45 45 درجه، یعنی این قسمتی که الان اینجا قرمز مشخص است 45 درجه هست. خب بچه خوبم، قسمت فعالیت میگه به کمک گونیا میتوان زاویه های مختلفی ساخت. چند دانش آموز زاویه های مختلفی را با دو گونیا ساختند. بعضی از آنها شکل را کشیدند، بعضی عبارت ریاضی را نوشتند، و برخی فقط جواب آخر را نوشتند. نوشته ها و شکل های آنها را کامل کنید. خب بچه خوبم، اولیش چی نوشته؟ اولیش یکی سومیه خانم انجام داده. همینطور که اینجا مشاهده میکنید یک زاویه 45 درجه است و یه زاویه 30 درجه بچه ها. خب پس ما میگیم 45 درجه به علاوه 30 درجه میشه 75
5 درجه، این از کار سمیه خانم. اما کار مینه خانم بچه ها من کشیدم براتون، 90 منهای 60 گفته، 90 منهای 60. خب بچه ها اینجا کلن 90 درجه بوده این قسمت، یعنی این مثلثمون به اصطلاح این مثلث این سمت راستیمون این قسمتش 90 درجه است. خب این یکی مثلثمون که باز اینم مختلف الاضلاع، این قسمتش 60 درجه است بچه‌ها، این قسمتش 60 درجه است. خب 90 تا بوده 60 تاش بره 30 درجه میمونه. اما زهرا بچه‌ها عرضم بدون شما که نوشته 15 درجه، پس چی منهای چی میشه 15؟ اگه دقت بفرمایید 45 درجه منهای 30 درجه میشه 15. حالا شکلشو بکشیم. خب بچه خوبم، این شکل مثلث که من کشیدم قایم زاویه متساوی ساقینه، خب یعنی اینجا 45 درجه است. حالا بچه میخوایم 30 درجه ازش کم کنیم. حالا همینجا من اون یکی مثلث روش میکشم بچه ها، ببین مثلث مختلف و الاضلاع رو روش میکشم که اینجا 60 درجه است، اینجا 90 درجه است، اینجا 30 درجه است. در واقع 45 تا بوده این قسمت، 30 تا ازش کم کنیم که این قسمت میشه، من رنگ میکنم میشه این قسمت 15 درجه بچه ها باقی میمونه. اما شکل بعدی بچه ها مال سینا هست. خب گفته دوتاش بچه ها، همینطور که مشاهده میکنید دوتا 90 درجه است، پس میگیم 90 درجه به علاوه 90 درجه میشه 180 درجه. حالا آقای بهنام گفته 60 درجه به علاوه 45 درجه. خب بچه خوبم اینجا 60 درجه به علاوه 45 درجه بچه، این وقتی مثلث مثلث بزرگه مختلف الاضلاع باشه، این مثلث مختلف الاضلاع باشه، پس اینجا 30 درجه است، اینجا 60 درجه است، این 60 درجه است. اینم که مثلث متساوی و ساقینه دیگه، قایم زاویه متساوی ساقین باشه، اینجا 45، اینجا هم 45 درجه، پس اینجا 60 درجه به علاوه اینجا هم 45 درجه بچه ها میشه 105 درجه. اما بعدیش آقای بهرام بچه گفته میشه 75. خب چی با چی جمع میشه؟ ما چند تا زاویه داریم، یه زاویه 45 درجه داریم تو این مثلث ها، یعنی دو تا 45 درجه داریم، یه 90 درجه داریم، یه 30 درجه و یه 60 درجه. چی با چی جمع کنیم میشه 75 از این زاویه ها؟ احسن به شما، اگر یک زاویه 45 درجه و یک زاویه 30 درجه رو جمع کنیم میشه 75 درجه بچه ها. حالا شکلشو بکشیم. خب بچه خوبم اینجا من شکلشو براتون کشیدم، این یک قایم زاویه متساوی ساقین هست که دو تا ساقش برابره و اینجا 45 درجه است که این اینجا نوشتیم، و اینم یک مثلث مختلف الاضلاع که 90 اینجا 60 درجه و اینجا 30 درجه است بچه ها، پس اینجا 45 درجه، اینجا هم 30 درجه، با هم میشه 75 درجه به این صورت. اما بچه های خوبم سوال دو میگه با توجه به شکل سمت راست زاویه خواسته شده چند درجه است بچه ها؟ شکل سمت راست بچه ها همینطور که در جلسه قبلا خدمتتون گفتم یک خط صاف 180 درجه است که خودش از دو تا 90 درجه درست شده بچه ها. یک زاویه نیم صفحه است دیگه، یک زاویه نیم صفحه است که 180 درجه است. خب حالا اینجا چی میخواد از ما؟ اینجا بچه ها یه زاویه نیم صفحه بوده، یعنی چقدر بوده؟ 180 درجه بوده. 150 درجه برای این قسمت بچه ها، پس میشه منهای 150 درجه مساوی این قسمتی که مونده چند درجه است؟ احسن به شما 30 درجه. خب بچه خوبم رسیدیم به بحث کار در کلاس که گفته زاویه مثلث زیر رو با نقاله اندازه بگیرید، که من اندازه گرفتم بچه ها که 90 درجه اینجا، 69 و 31 درجه مثلث اولمون، و مثلث دوم 26 درجه، 60 درجه و 94 درجه، و مثلث سوم 129 درجه، 36 و 15 درجه، که اینا رو حتما انشالله تو کتاب اندازه بگیرید و بنویسید. انشالله معظم تشریف داشتید اینا رو خدمتتون توضیح بیشتری خواهیم داد تو کتابتون بچه ها.
اما رسیدیم به تمرینی که باید جلسه قبل انجام میدادید. بچه خوبم، تمرین گفته بچه مثلث های رسم شده مثلث متساوی الاضلاع هستند. بچه ها زاویه های آنها رو با نقاله اندازه بگیرید، که بچه ها اگر اندازه بگیرید تمام ست زاویه این مثلث ها میشن هر کدوم 60 درجه، یعنی همه زاویه‌هاش میشه 60 درجه. خب بچه ها اینم همینطور همش میشه 60 درجه بچه ها، 60 60 60 60 60 که جمعاً میشه 180 درجه بچه ها. بچه های خوبم، مثلث متساوی الاضلاع، از متساوی یعنی به این بچه ها متساوی الاضلاع که میگیم متساوی یعنی مساوی، از لا یعنی زل ها، مثلثی که سه زل برابر داره، اینجا اینجا اینجا، مثلا اگر اینجا 5 سانتی متر باشه اینم 5 سانتی متر اینم 5 سانتی متر، علاوه بر این که سه زل برابر دارد و همیشه زل هاش برابره، سه زاویه برابر هم دارد که همیشه 60 درجه است. بچه‌ها اینجا هم که زاویه 60 60 60 است، مثلا اگر اینجا 3 سانتی متر باشه اینم 3 اینم 3 هست. پس مثلث متساوی الاضلاع 3 ضلع برابر و 3 زاویه برابر داره. اما سوال دو میگه در شکل های زیر همه مثلث ها متساوی و ساقین هستند، زاویه مورد نظر رو اندازه بگیرید. بچه‌ها مثلث متساوی و ساقین همینطور که از اسمش معلومه بچه‌ها ساقه برابر داره، متساوی یعنی مساوی، ساقین یعنی ساقهای برابر. خب پس بنابراین اگر مثلا دارم میگم اینجا 10 سانتی متر باشه اینجا هم 10 سانتی متره، علاوه بر این که دو تا ساق برابر داره دو تا زاویه برابر هم داره بچه‌ها، این زاویه با این زاویه همیشه برابر است که من اندازه گرفتم 72 درجه هر کدوم خواهد شد. اینجا هم بچه‌ها همینطور دو تا ساق برابر داره که دارید مشاهده میکنید و دو تا زاویه برابر که هر کدوم بچه ها اینجا اندازه گرفتم 35 درجه است. شما حتما با نقالتون دقیق اندازه بگید بچه ها. این یکی مثلثمون هم بچه ها متساوی ساقین هست، اینجا رو گفت به اصطلاح 60 درجه است، اینجا هم 60 درجه است، پس اینجا هم 60 درجه است. مثلث متساوی الاضلاع که این بالا گفتیم بچه‌ها، خب مثلث متساوی الاضلاع خودش مثلث متساوی ساقین هم میتونه باشه، چون که از هر جهت که نگاه کنیم دو تا ساق برابر داره، از این دو تا رو میتونیم بگیم دو تا ساق برابر بگیریم، این دو تا رو میتونیم دو تا ساق برابر بگیریم، یا از سمت راست این دو تا رو دو تا ساق برابر بگیریم. علاوه بر این که ساقهای برابر داره، این مثلثمون زاویه های برابر هم داره. اما بعدیش بچه خوبم اینجا 70 درجه است، اینجا هم 70 درجه است. اما بریم سراغ سوال سوم، اندازه زاویه مورد نظر را به دست آورید، با نقاله همان زاویه را اندازه بگیرید. خب بچه خوبم اینجا رو خودش گفته 140 درجه، پس بچه ها کلش 180 درجه است. یه بچه قطع کنید کلش 180 درجه است، یک زاویه نیم صفحه 180 درجه است، 140 درجه است این قسمته، پس میگه منهای 140 درجه مساوی اینجا میشه 40 درجه. بچه ها این قسمت که علم سال هست میشه 40 درجه. شما با نقالم که اندازه بگیرید مطمئنان به این پاسخ خواهید رسید. اما سوال 4 میگه با توجه به شکل روبرو اندازه زاویه مورد نظر را پیدا کنید. بچه خوبم اگه دقت کنید ببینید، گفتیم هر مثلثی که یه زاویه 90 درجه قائمه داره، اینجا 90 درجه، اینجا هم 90 درجه، اینجا هم 90 درجه، اینجا هم 90 درجه، بعد از این طرف هم بچه ها یه دور کامل چرخیده، یه دایره 360 درجه است. این یک مبحث بچه ها، یعنی یک مثل یه دایره کامل چرخش شده. از اون طرف هم گفتیم 4 تا 90 درجه است بچه ها، یک 90 درجه برای مثلث قائم زاویه متساوی ساقینمون، برای این یه 90 درجه برای مثلث مختلف الاضلاع بالاییمون، یه 90 درجه برای مختلف الاضلاع مثلث پایینیمون و یه 90 درجه دیگه برای متساوی و ساقین
مثلث آبی پایینیمون. خب ما میگیم 4 9 تا 36 تا، خب میگیم 9 نیست که 90 درجه است، پس 4 تا 90 درجه 360 درجه. اما بریم سراغ سوال 5. میگه با توجه به شکل روبرو توضیح دهید که چگونه میتوان با استفاده از نقاله اندازه زاویه مورد نظر را پیدا کرد. برای راهنمایی خطچین رسم و دو راه حل مختلف نوشته شده است. بچه خوبم، خب بچه خوبم، این خطچینه یعنی چی؟ یعنی میخواد به ما بگی که آقا این یه خط صافمون یک زاویه نیم صفحه است. خب یه زاویه نیم صفحه چند درجه است؟ 180 درجه است بچه ها. خب بچه خوبم، وقتی که اینجا 180 درجه هست، این قسمت 180 درجه هست، یک زاویه نیم صفحمون، خب با استفاده از نقاله اگر این قسمت رو بچه ها اندازه بگیرید، اینجا 40 درجه است، پس 180 درجه به علاوه 40 درجه میشه 220 درجه. یه روش دیگه بچه اینجا نوشته 360 درجه کلشه. یعنی چی آقا؟ یعنی یک، اگر ما یک دوره کامل بزنیم تا به مبدأمون، به اون نقطه‌ای که اینجا شروع کردیم به اینجا برسیم، 360 درجه است بچه ها. در واقع یه جور دیگه بخوام بگم، وقتی میگیم یه زاویه نیم صفحه 180 درجه است، پایینش هم 180 درجه است. خب پس بچه ها 180 درجه بالا، 180 درجه هم پایین، میشه 360 درجه. پس بچه ها یه نیم دایره 180، یه نیم دایره دیگه 180 درجه که میشه 360 درجه. حالا 360 درجه یه منهای این قسمت بچه ها، اگر با نقاله اندازه بگیریم این قسمت 140 درجه است بچه ها. پس 360 منهای 140 درجه مساوی با 220 درجه. این هم روش دومی که خدمتتون گفتم بچه ها. اما سوال 6 میگه با توجه به شکل ها مشخص کنید که در هر حالت پرچم چند درجه چرخیده است بچه ها. خب بچه خوبم، همینطور که اولش میبینید 90 درجه است، یه به اندازه یک زاویه راست چرخیده. خب دومیش اومده 180 درجه چرخش انجام شده، یعنی دو تا 90 درجه است بچه ها. ببینید 90 درجه اینجا تا اینجا، 90 درجه هم تا اینجا، که با هم میشه 180 درجه چرخیده. سومیش بچه ها دقت بفرمایید، یه 90 درجه اینجا چرخیده، اینجا رو حساب کنیم، یه 90 درجه اینجا، پس میگیم 90 درجه، اینم 90 درجه، یه 90 درجه هم اینجا که میگیم 3 9 تا 27 تا، در واقع 3 تا 90 درجه، کلن 270 درجه چرخیده. اینجا بچه دقت کنید، از یه نقطه شروع کرده به همون نقطه برگشته، در واقع گفتیم یک به اصطلاح یه دایره درست شده، یه دایره یه زاویه 360 درجه است بچه ها، که گفتیم یه زاویه تمام صفحه هست بچه ها، یه زاویه تمام صفحه. به یک نیم دایره گفتیم میگن یک زاویه نیم صفحه، به یه دایره کامل میگن یک زاویه 360 درجه یا تمام صفحه. بازم تکرار میکنم، 180 درجه بالا، 180 درجه پایین. اینجا هم که بخوایم مقایسه کنیم بچه ها، بررسی کنیم، اینجا 90 درجه، یه 90 درجه دیگه، دوباره این قسمت یه 90 درجه دیگه، و در نهایت یه 90 درجه دیگه، که 4 تا 90 درجه میشود 360 درجه بچه ها. اینم 90 درجه، آخرش هم 90 درجه است. اما سوال 7 میگه که زاویه مشخص شده را اندازه بگیرید. این شکل چند زاویه، چند درجه ببخشید باید بچرخد تا دوباره روی خودش قرار بگیرد بچه ها. همینطور که مشاهده میکنید بچه ها، اگر اندازه بگیرید اینجا یک زاویه 60 درجه است بچه ها. خب 2 تا 60 درجه، 3 تا 60 درجه، 4 تا 60 درجه، 5 تا 60 درجه، 6 تا 60 درجه. پس ما میگیم بچه ها 6 ضرب در 60 درجه، اگر محاسبه ای هم که بخوایم بگیم، میشه 360 درجه. حالا سوال گفته که این شکل چند درجه باید بچرخد تا دوباره روی خودش قرار بگیرد بچه ها.
الان بچه ها از اول که بخوایم حساب کنیم کلن 360 درجه باید بچرخه تا روی خودش قرار بگیره. امیدوارم که بچه های خوبم متوجه مطالب شده باشید. تا درس بعد و جلسه بعد، خدایا رو نگهدارتون.